آخوند خاتمی و حکم اعدام سلمان رشدی. گزیده سخنان رهبر مقاومت در 30 خرداد 1376. محمد خاتمی وزیر ارشاد خمینی: به هر حال سربازان گمنام امام خمینی در سراسر دنیا این حکم را زنده نگه خواهند داشت. مهاجرانی معاون حقوقی و پارلمانی رفسنجانی: حضرت امام فرمودند سلمان رشدی اگر زاهد زمان هم شود حکم باید درباره او اجرا شود. آنچه که مریم و مجاهدین در این پهنه رو در روی ارتجاع زنستیز خمینی بنیاد گذاشتند یک تجربه پیشتاز تاریخی است که ترجیح می دهیم قرن آینده دربارش بیشتر صحبت بکنیم. بله، در اوج مبارزه مسلحانه انقلابی در چارچوب ارتش آزادی بخش ملی باب برترین جهاد یعنی جهاد اکبر هم با دنیای وحشی جنسیت و استثمار جنسی که وجه ممیزی ارتجاع سبع آخوندی است گشوده شد. مجاهدین کلید رهایی رو از مریم و با مریم پیدا کردند. داشتم بنیادهای مقاومت رو توضیح می دادم و حالا این است مظهر تکامل و اصالت مبارزه و مقاومت ملت ما و تبلور اراده ملی در سیمای رشیدترین فرزندان ملت و طلای داران مقاومت، برپادارندگان آتش ها، برافروزندگان شعله های فروزان، شعله های فروزان آزادگی و عزت ایران و ایرانی در تاریکترین ادوار تاریخ، شعله های سرکش آگاهی و فداکاری و مظاهر چیره شدن فرزند انسان بر جبر کور و فروکشنده، آتش فشان همیشه گدازان مقاومت مسلحانه و میادگاه سرداران نبرد رهایی بخش میهنی، ارتش آزادی بخش ملی. داشتم بنیادهای مقاومت رو میگفتم، اشاره‌ای هم به مجاهدین کردم و بعد ارتش آزادی بخش. اما در گل بالاترین شاخسار این هم تبلور درخشان ارزش‌های انسانی خلق شده در کوران این مقاومت میهنی. ثمره فرخنده همه کشاکش ها و رزم و رنج و خون و فدا، سیمای مجسم ایران فردا، مهر تابان آزادی و مظهر ناب پاکبازی و مسئولیت شناسی انسانی در رأس یگان جایگزین مردم سالار شورای ملی مقاومت ایران.
پاسخ فرهنگی و تاریخی و ایدئولوژیکی مردم و مقاومت ایران است به ارتجاع ضد انسانی و زن ستیز خمینی. کارآمدترین سلاح استراتژیکی ما در نبرد همه جانبه با استبداد مذهبی و مبشر رهایی و اعتلای زن و مرد ایرانی، بله، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران. بنگرید که رژیم دجالگری و چماغداری و ترور مخترع شعارهایی مثل مرگ بر بدحجاب و مرگ بر هواخور، یعنی کسی که بره هواخوره، رژیمی که از سالها پیش منفورترین حاکمیت دنیای معاصر شناخته شده بود و در اثر افشاگری های مقاومت ایران کوس رسواییش در سراسر جهان اونچنان به صدا در اومده که فقط یک قلم 40 بار توی مجمع عمومی ملل متحد، توی کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون فرعی منع تبعیض محکوم شده. 40 بار بی سابقه است. حالا روزگار قریبی است نازنین. معلوم شده است که این رژیم یکی از محبوب ترین رژیم های روزگار است، یعنی از زیر عمامی ملا در ابتدای همین خرداد ماه یکی از محبوب ترین رژیم های روزگار بیرون آمده است. مدعی است که بیش از 88% مردم در نمایش انتخابات ریاست جمهوریش شرکت کردند. بلعجب این که میگه در تهران این درصد 92.2% بود. رژیم از این محبوبتر میشه؟ تا رژیم هم این حرفا رو اعلام کرد، سیاسیون ریزشی و اخراجی رژیم در خارجه، هر چی رژیم سیاسی ریزشی و اخراجی داشت همه با هم در بلندگوهای مختلف به موازات وزارت اطلاعات رژیم آخوندی دم گرفتن که بله انتخابات آزاد برگزار شده. اصلا معنی دموکراسی همینه. خوب شد که ماندیم و معنی دموکراسی رو هم دیدیم. خلاصه در یک چشم هم زدن و در یک شب ایران تحت حاکمیت آخوندی به مهد دموکراسی تبدیل شد و سید علی روضه‌خون با یه حرکت و با یه دست همه اون اپوزیسیون های توهی و پوشالی خارجه رو نشون جای خودشون و ناگزیرشون کرد، وادارشون کرد به بیعت و اقرار به مشروعیت رژیم و ظرفیت دموکراتیکش. بقایای سلطنت مدفون و ساواکش هم سر از پا نشناختند و شروع کردن به حلوا حلوای آخوند خاتمی و تا بخواین براش خواب گورباچوف ایران رو دیدن. آخه بعضی از این بیچاره ها سالهای سالی که سریال رنگی ولی دوبله به فارسی گورباچوف ایران رو خواب میبینن. حالا فقط جای رفسنجانی با خاتمی تو این سریال در این ایام عوض شد. بگذاریم که اینا گاه در پاسدار محسن رضایی و سپاه پاسداران هم خواب رضاخان میرپنج و دیویزیون قزاق رو می‌دیدند. و اما در داخل کشور هم اصحاب دار و تجاره نهضت آزادی در مقام پاسدارهای سیاسی رژیم برای آخوند خاتمی سنگ تمام گذاشته، دمها جنبانیدند. ملا مستر ابراهیم یزدی در پیام تبریکش
بسا از رأی وسیع و شرکت بالای مردم در انتخابات و رأی سنگین صحبت کرد. به هر حال واکنش های ننگین عناصر و شبه گروه هایی که به نرخ روز نون اپوزیسیون و مخالفت با رژیم آخوندی رو میخورند و تلاش دارند در رویاروی عظیم و همه جانبه بین مردم و مقاومت ایران با رژیم و در سایه این رویارویی برای خودشون جای دست و پا بکنند، یک بار دیگر به وضوح روشن کرد که در این بینابین بین مقاومت و رژیم ضد بشر میانه‌ای وجود نداره و این به خاطر تکامل قطبندی‌های سیاسی و بروز ماهیت همگان در کشاکش این سالی هاست. در واقع اونها چیزی جز زائده های رژیم و یا وابسته های ریزشی و اخراجیش نبوده و نیستند و همیشه مترصد فرصت برای خزیدن به زیر قبای ملا همینم شایسته شونه. یادتون هست همگی اونهایی که امروز دست مصالحه و بیعت به طرف رژیم دراز کردند، در فردای آتش بس به قول خودشون انتظار گشایش دموکراتیک داشتند، منتظر بودن ملا بهشون دموکراسی بدهد و ما میگفتیم که رژیم همون رژیمه با همان ماهیت و با همان هویت. مضحک‌تر از این، از این جفت‌سازی روی آمار و ارقام، بهبه و چهچه برای میان روی و حقوق بشر آخوند خاتمی. بیایید و ببینید که چه چهچه و بهبهی راه انداختن. در طنزها و ضرب المثلها شنیده بودیم که قورباغه رو رنگ میکنن میفروشن جای قناری. برای چی میخندین؟ پس جای چی؟ نمیدونستیم که مأمور 10 ساله سانسور و خفقان حکومت آخوندی و سهیم در همه جنایات و شکنجه ها و اعدام ها رو هم میشه با برچسب حقوق بشر به خورد خلایق داد. بگذارید حرفا و مواضع این شخص رو، حرفا رو که خودش زده، مروری بکنیم. درباره صدور ارتجاع و بنیادگرایی و تروریسم، کیهان 16 مرداد سال 62: حج بهترین موقعیت برای حضور انقلاب اسلامی و بزرگترین بلندگوی انقلاب اسلامی است. کیهان 7 مرداد 64: به هیچ روی در برابر ظلم بزرگ دولت عربستان آرام نخواهیم نشست و از تمامی جهان اسلام میخواهیم به وظیفه شرعی و تاریخی خود عمل کنند. پس این انفجارها و کارهای تروریستی معلوم است که منبع و منشأش کجاست. آیا همین فرد نبود که میگفت جمهوری اسلامی با ایجاد 30 پایگاه فرهنگی در 17 کشور جهان هسته های اولیه فرهنگ اسلامی را انتقال داده است؟ کیهان 8 شهریور 65: آن مقدار که ما از هسته های اولیه و آخر ثانویه و آخریه فرهنگ ضد اسلامی آخوندها در خاک عراق دیدیم، جز تروریسم و ایجاد بلوا نبود. هاکذا در اون کشورهای دیگر. بعد از اون هم، بعد از اون تاریخ هم، موارد تروریستی بسیار گویاست. درباره نویسنده ها و از جمله سلمان رشدی: باید بر اساس حکم شرعی حضرت امام خمینی اعدام شود و هیچ راهی برای با
گریز وی از اجرای این حکم نیست. کیهان 16 اسفند 67. و همچنین در اروپا بزرگترین تعداد مسلمان‌های تبعیدی حضور دارند که در زمینه فعالیت‌های مذهبی خصوصاً مسئله محکومیت سلمان رشدی خوب درخشیدند. اطلاعات 19 تیر 1370 آن موقع وزیر ارشاد رژیم بوده است.